پس از طی شدن چند پروسه سیاسی در جهان الان تکلیف رژیم روشن شده واضحه که روسیه و چین بر سر رژیم با غرب معامله کردند و الان انتخاب مشکل رو جلوی رژیم گذاشتن حالا خامنه ای باید دوباره خفت رو به جون بخره و با گرگه و ناله و اجلابه طرفداراشو که همچنان در حال کمتر شدن هستن خر کنه با من در این پادکست همراه باشید درود بر شما من سام ایران شهر هستم امروز دوم تیر ماه و شما شنونده پادکست هفدهم من هستید خب برنامه امروز در مورد مذاکرات وین هست و اینکه چطور یک سری پروسه ها به اینجا ختم شد که حتی روسیه هم به طور مشخص رژیم رو بفروشه به آمریکا و چیزهایی در مقابلش بگیره که البته ما به اون بخش نمیپردازیم و بیشتر روی موضوع رژیم این برجام مرحله اول برجام و غیره صحبت میکن. همونطور که میدونید چند روز اخیر یک سری اتفاقات سیاسی مهم در دنیا در جریان بوده یکی سفر قاره جو بایدن هست که رفت سران g 7 رو دید بعد با کشورهای مختلف در اروپا دیدن کرد با ناتو مذاکره و صحبت کرد و بعد با خود پوتین صحبت کرد در همون موضوع دیدار پوتین من به شما گفتم که کارت هایی که روسیه ساخته مثلا اون سیستم ماهواره و غیره رو خواهد داد و رژیم رو به عنوان کارتی که یه مقدار توپلش کرده بود و چاقش کرده بود خواهد داد به بایدن و چیزی خواهد گرفت مشخص دیداری که قرار بود پنج ساعت باشه در ژنو سه ساعت تمام شد و بدون هیچ درگیری با همدیگه کنار اومدن مشخصه که امتیاز رو داده و امتیاز رو گرفته پوتین امتیازی که داده چیه قطعا جمهوری اسلامیه به خاطر اینکه الان در وین صدا صداهایی که از سمت روس میاد اینه که علی خامنه ای باید شرایط آمریکا رو بپذیره ببینید اتفاق دیگه که افتاد انتخاباتی بود که در ایران یعنی انتخابات نمایشی بود که در ایران رئیسی رو بیارن سر کار که دلیل یکی از دلایل روی کار آوردن رئیسی هم اینه که رژیم میدونه که اصولا راهی نداره و من دیروز در بخشی از پادکست به این پرداختم که چطور خود رژیم ناامید از همین برجام که خودش رفته سراغ بیت کوین و سراغ استخراج بیت کوین و غیره اگر ندیدی میتونید بریم اون برنامه رو ببینید اما کلا اتفاقات که افتاد به اینجا ختم شد که الان پس از چند دوره مذاکره آمریکایی ها تونستن با دنیا کنار بیان حالا رو بدن به دنیا و بتونن نظر اونها رو دوباره جلب بکنن که آمریکا دخالت بکنه در سیاستشون مثل اروپا و جاهای دیگه الان جیک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا خیلی واضح اینو بیان کرده جیک سولیوان توی مصاحبه گفته که ما مرحله اولمون اینه که برنامه هسته ای رو متوقف کنیم در رژیم و یه سری چیزا بهشون میدیم اما تازه ما تست میکنیم ببینیم که رژیم چقدر داره عمل میکنه به این بعد گفتش هدف اینه که بعد از اون ما دوباره در مورد توافقهای بلند مدتر صحبت میکنیم و مذاکره میکنیم و, و, رژیم ایران باید به با همراه شرکای ما بیاد سر یک توافق بلند مدتر مذاکره بکنه و تعهدات لازم رو هم در مورد سلاح هسته و مسائل دیگه بده یا اینکه انتخاب بعدیش اینه که فشار ایالات متحده و هم و همزمان انزوای جامعه بین المللی رو باش مواجه بشه چطور داره جکس سولیوان چنین چیزی رو میگه همین آمریکا نتونست یا تو یک سال پیش مکانیزم ماشا رو در به کار بیاندازه در شورای امنیت و همه بهش خیانت کردن الان انقدر محکم داره حرف میزنه مشخص که بایدن با این هم حال دادن به اروپا یا چینیا حتی امتیازاتی گرفته و لاقل در مورد یه موضوع که یک رژیم دیوانه مثل جمهوری اسلامی نمیتونه انقدر توان داشته باشه کنار اومده ببینید چیزی که مشخصه اینه که اینها مرحله بندی کردن برجام رو برجام اول و حداقلش این خواهد بود که غنی سازی متوقف میشه و رژیم سلاح هستی به این سادگی ها نخواهد تونست بسازه این و در ازاش آب و قطع چکانی احتمالا از کانال هایی از دو کانالی که تر کردن یک کانال سوئیس آمریکا و کانال دیگه کانال سه کشور اروپایی از این دو کانال احتمالا رژیم خواهد تونست نفت بده و پول بگیره و احتمالا هم محدود خواهد بود مسئله اینجاست که من از مدت ها پیش از سه سال پیش که این اتفاق شروع شد هم موقع گفتم آمریکا ناچاره با رژیم به توافقی برسی که بتونه درآمدهاش رو کنترل بکنه و یک آب باریکه براش بذاره الان تازه رسیدیم اونجا یعنی اینها به اونجا رسیدن یعنی این انتخابی که جلوی خامنه ای گذاشتن و خامنه ای به زودی نظرش رو اعلام خواهد کرد و بعد منتظر این باشیم ولی این هر چی که هستش خفت خاری هستش چرا به خاطر مشخصه ببینید وقتی شما جلوی یک الاغ هویج آویزون میکنی که تمام راه بیاد شما اگرم ممکنه یه گازم بزنه می هویجه اما اگر تمام هویج رو بخوره دیگه راه نمیره و هیچ انگیزه ای نداره که ادامه بده الان اینم موضوع جمهوری اسلامیه اشتباهی که اوباما کرده بود از دید آمریکا یا به غیره این بود که همه امتیازها رو داده بود و قسمت از طرف ایران اینکه ایران همکاری میکنه یا نمیکنه رو سپرده بود به دست تقدیر مثلا با خود اوباما میگفتش که علی خامنه ای فتوا داده که بمب اتم نمیسازه بنابراین ما بهش اعتماد میکنیم ببین چقدر مسخره بود اون داستان الان همین دموکرات های کنونی متوجه شدن که اینطوری نمیتونه باشه اینا میتونن یه, یه قطره به جمهوری اسلامی بدن بعد منتظر باشه که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند باشه اگر نباشه قطره دیگه نمیدن این اتفاق هم خواهد افتاد به نظر من از همین مسئله هسته‌ای فراتر نخواهد رفت چون رژیم میدونه حد اگر بمب بسازه اینطوری نیستش که فقط آمریکا و اسرائیل و اینا مشکل داشته روسیه هم در شورای امنیت به حمله سریع به ایران موافقت خواهد کرد و میزنن همه چیز رو داغم میکنن یعنی روسیه مطمئن میشه یکی از صحبت هایی که همین بایدن کرده با اون اینه که اگر رژیم سلاح هستی بسازه دیگه جلوی هیچ کسی نمیشه گرفت برای ساخت سلاح هستی و این شورای امنیت کلان الان هستش اصلا میپاشه اصلا. پنج عضو شورای امنیت و اینا همشون بر بمب اتمه این تعادلی که در قدرت دنیا میبینید بر پایه بمب اتمه اگر قرار باشه هر کی از هر راه میرسه بمب اتم دیگه تعادلی باقی نمونه که منصر جنگ هسته‌ای باید باشه به اینکه دیگه این کشورهای روسیه چین فرانسه آمریکا و انگلستان اینها هم دست بالایی ندارن مثل خود از جمله خود روسیه و چین بنابراین این اصلا منطقی نیست لذا نا... رژیم میدونه که موضوع هستی رو باید بده و آب باریکی رو بگیره اما مسائل دیگر به نظر من نخواهد داد و این ممکن ده ها طول بکشه که اصلا بخواد مذاکره ای بشه یا نشه اصلا من خوشبین نیستم که به این سادگی رژیم چیزایی که ساخته حیوانات دست آموزش حماس و حزب الله و حوثی یمن و اینا رو بخواد بده یا و کتاب یاد سر ایمون. اصلا صحبت نخواهد کرد در این مورد مثلا الان کسی رو انتخاب کرد که اصلا نمیفهمه اصلا دیپلماسی چی چی حالیش نیست اصلا این آدمم از ام به عمد انتخاب شده یعنی اینکه اصلا ما اصلا به فکر این صحبت نخواهیم بود به همین دلیل رژیم یک آب که گیرش خواهد اومد قطعا انتخاب سخت جلوش گذاشتن نه به خاطر که من میگم بلکه خود نماینده روسیه میگه در وین نماینده روسیه اولیانوف گفته که ظاهرا تلاش های دیپلماتیک برای یافتن زبان و مشترک تقریبا به پایان رسید یعنی میگید که همه حرفا رو زدیم از این بیشتر نمیشه حرف زد و زمان تصمیم گیری های سیاسی فرا رسیده و اصولا چرا داره این حرفو میزنه این حرف اولا... اولیانوف نمیزنه مگر اینکه پوتین بهش گفته که به علی ای سیگنال بدید که آقا قبول کن تمام شد رفت و قطعا علی ای، خلاف همه اون چرت و پرتایی که میگفتن که آ ما آتش خواهیم زد ما خواهیم سوزون فلان خواهیم کرد همه اینا دروغ بوده دوستان قبل از که ادامه بدم پادکست رو اگر برنامه های ما رو میپسندید و پادکست های منو میپسندید هر جوی که میتونید از ما حمایت بکنید مخصوصا لایک های شما به ما خیلی کمک میکنه روی دکمه لایک و اگر هم دوست دارید بازگردید و برنامه ما رو ببینید سابسکرایب کلیک بکنید آرم زنگ رو هم فراموش نکنید که بزنید در ادامه اما همونطور که من دیروز هم گفتم رژیم اصولا این را میدونست که این اتفاق میافته رئیسی به خاطر همین اومده بالا به خاطر همین روی تای پادکست دیروز اگر گوش بدید در مورد بیت کوین و برق بود به خاطر همین سرمایه گذاری کامل روی بیت کوین کردن به خاطر اینکه امیدی به آمریکا و غرب و اینکه اصلا بتونن سازش داشته باشن ندارن فقط همین هستی رو خواهند پذیرفت خفت خاری رو علی خامنی به جان خواهد خرید دوباره و اعتمالا گریازاری بخواد بکنه اجلابه بکنه دوباره و یه سری بسیجن دوباره گریه بکنن اونجا و دوباره کم بیاره و طبق معمول بشه حیوان دستاموز روسیه و چین که هر غلطی دیرشون میخواد باش میکنن و این هم صداش در نمیاد امیدوارم برنامه امروز رو پسنده باشید امروز برنامه میدونم کمی کوتاه بود من تلاش دارم که پادکست ها رو کمی کوتاهتر و فشرده تر و متمرکز برگزار بکنم ولی به مرور زمان کل گفتمانی که من در پیش هستم و دنبال میکنم از زاویه سیاسی روشنتر میشه براتون و نیاز نیست که پرحرفی بکنیم در مورد هر مسئله ممنون که شنونده این پادکست بودید تا برنامه بعدی بدرود